ما باید آماده باشیم برای اینکه هر لحظه اگر ظهور امام زمان جلال الله شکل گرفت، یه توانمندی‌ها و مهارت‌هایی در خودمون به وجود آورده باشیم. فراموش نکنیم، یک بار دیگه توضیح بدم، این هستی، این کائنات یه امام داره که اون امام در غیبته و ما اون جامعه زمینه سازیم. ما که این خورده الان گیج شدیم، ما که یه قدمی چشمه نشستیم از تشنگی داریم میمیریم، دستمون دراز میکنه آب بخوریم. ما 100 کیلومتر راه اومدیم گیر یه متر شدیم، دستمون دراز میکنه، ما 100 کیلومتر راه اومدیم گیر یه متر شدیم. ما اصل راه رفتیم، اینجا خودمون نشستیم، یه دوچاری خود تحلیل شدیم. اونجا شیخانه امام زمان، ما خودمون باید اراده کنیم. و اگر ما سکوت کنیم، ما بنشینیم تا بذاریم افرادی که لیاقت ندارن بار دیگر سکان کشور رو دست بگیرن، همین هاشو همون کاسه است. تا حکمرانی درست نشه هیچ چیز درست نمیشه. این جامعه درست نمیشه، جامعه درست نشه ظهوری در کار نیست. حکمرانی درست نشه هیچ چیز درست نمیشه. این جامعه درست نمیشه، جامعه درست نشه ظهوری در کار نیست. اگه قرار بود امام خودش بگه به ما چه پس؟ پس چرا انتظار فرج عمله؟ پس همینج نشستیم ما بشینیم یه کنجی کفار و مشرکین هر غلطی خواستن بکنن ما این بغل، اصلا به ما چه ربطی داشت پس؟ نه اینطور نیستش، ما باید زمین سازی بکنیم. بارها عرض کردم، اگه نمیگه حفظ جان امام زمان یکی از اصلی ترین مسائلیه که باید به وجود بیاد شکل بگیره که بعدش زور شکل بگیره، چون یکی از اصلی ترین مسائلیه که باید به وجود بیاد شکل بگیره که بعدش زور شکل بگیره، چون ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره. المحذب الخائف میخونیم، ما داریم یخاف القتل، معصوم فرمود، ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ما شیعه از امام زمان چطور دفاع کنه؟ شیعه با چی باید دفاع کنه؟ شیعه باید قدرت داشته باشه، شیعه باید نفوذ داشته باشه. ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره یعنی چی؟ یعنی ما شیعه از امام زمان چطور دفاع کنه؟ شیعه با چی باید دفاع کنه؟ شیعه باید قدرت داشته باشه، شیعه باید نفوذ داشته باشه. ما تو یه پلن و یه پازل دقیقاً اون سمتی باید بریم، ما اصل کار انجام بدیم. این خیلی در راه، خدا شاهد نسل‌های بعد ما رو لعن خواهد کرد اگر این علامو بذاریم زمین. فکر نکنید جمهوری اسلام اینجا ضربه می‌خوره، مسیر انقلاب ضربه می‌خوره، مسیر ظهور به عقب می‌افته. بلازو باید برنامه‌ریزی کنیم، صبورانه، حق طلبانه، خستگی ناپذیر. آقا این که میگه ولای اخافون الله متلائم، آیه قرآن، یعنی قراره سرزنش کنن باید چپ و راست، بالا پایین، نمیدونم این حزب اللهی نما، انقلابی نما، اینا صبح تا شب باید گیرشون رو بدن. نمیتونی دهن اینا رو ببندید، شما کار خودتون رو بکنید، اصلا درگیر اینا نشید. ما باید آماده باشیم برای اینکه هر لحظه که ظهور امام زمان جلال شکل گرفت، بسم الله یه توانمندی و مهارتی در خودمون وجود داشته باشیم. چقدر آماده ایم؟ چقدر وقتمون برای امام زمان گذاشتیم؟ ما باید آماده باشیم. ما باید آماده باشیم.